سلام، در برنامه هفتگی نهاد اکسپانسیون مهدان دیلمی همراه من عطیه نیکتی کاندیدات رسانه منش هستید. قرار بر این است که در این برنامه به موضوعات مهمی که در اخبار هفته گذشته در حوزه خدا ناباوری و اکس مسلم وجود داره پردازیم. میلاد، با موضوعی که شما انتخاب کردین شروع میکنیم، بفرمایید. بله، سلام میکنم عتی جان و مخاطبین عزیز تلویزیون اکس مازلم و همچنین عزیزانی که از طریق تلویزیون کانال جدید این برنامه رو نگاه میکنن. امیدوارم حال همه که خوب باشه. این هفته من و عطیه هستیم چون دو تا موضوع پرتمطراق رو میخوایم در رابطه باهاش صحبت کنیم که خیلی هر کدومش حرف زیاد برای گفتن داره. خبر من در حقیقت برمیگرده به در حقیقت کارتون آخری که مجله شارلی منتشر کرده که به نظرم بسیار جالب هست و خیلی جا داره برای صحبت کردن. اینو من نشون میدم، اینو ما در صفحه اینستاگرامی نهاد اکس مازلم اسکاندیناوی منتشر کردیم، عزیزان میتونن اونجا خود کارتون رو ببینن، در کانال تلگراممون هم هست و اینستاگرام البته، و مطلب بسیار خوبی هم به قلم جلال ایجادی بسیار عزیز اونجا منتشر کردیم. حتما اون مطلب و نقد و تحلیل جناب ایجادی رو هم بخونید. همونجوری که در تصویر میبینید، کارتونی که این هفته مجله شارلی کشیده یک اسلامگرا هست که در حقیقت دامینیت کرده، اون لباسی که پوشیده در حقیقت لباس دامینیشنی هستش که در یک سری از رفتارهای جنسی سکسی سری از افراد میپوشن در سکس، به نوعی دامینیت شده بر یک زن و مرد برهنه که چهره اروپایی و چهره به نظر میاد فرانسوی دارند. یعنی اون به هر صورت ملایی که اون کلار گذاشته سرش یه چهره اسلامیستی خیلی وحشتناکی داره با اون لباسات، با اون لباسای به هر صورت اروتیکی که پوشیده، و این دو زن و مردی که برهنه هستند و به نوعی داره ازشون سواری میگیره چهره های اروپایی دارند. در مقابل اینها یه سطلی از قرآن گذاشته که اینها به مانند احشام به سمت اون قرآن رفتن و از اون قرآن میخوان ارتزاق بکنن. به نوعی داره هشدار میده نسبت به تسلط اسلامگرایی در اقصانقات مختلف در جامعه فرانسه، از مدرسه، اداره و غیره گرفته. برصد میشه خطر اسلامگرایی رو در اروپا و در کشور فرانسه، علارغم اینکه ما میدونیم قانون کشور فرانسه لایسیته هست، به وضوح این رو دید. اسلام سیاسی همونجوری که ما بارها صحبت کردیم یه پاش در غرب هست، در اروپا و آمریکای شمالی هست. اینها با لابی هایی که عموما جریانات چپ بورژوازی هستند فعالیت سیاسی میکنن، فعالیت اقتصادی میکنن و جای پای خودشون رو هرچه بیشتر در غرب و در کشورهای سکولار و لایک سعی کردن که محکم بکنن. به درجات هم متاسفانه به دلیل حالا منافعی که بخش هایی از سرمایه‌داری جهانی در مماشات با اسلام سیاسی داشته و به نوعی کوته نظری و شاید نداشتن درک دقیق از خطر اسلام، پذیرفته شده این برساد اسلامیست در غرب و اینها موفق شدن که در غرب جای پایی داشته باشن و جای خودشون رو محکم بکنن. مجله شارلی که یک مجله چپگرا هست و اتفاقا طرفدار حقوق پناهندگان هست، دفعه اولی نیست که در رابطه با خطر اسلامگرایی و اسلامیسم هشدار میده و خب این هفته هم مجدد، علارغم که ما میدونیم چه بلایی سر این مجله آوردن، اسلامیست ها داعشی ها حمله کردن، 12 از بهترین کارتونیست های نه فقط مجله شارلی رو، بهترین کارتونیست های جهان رو ترور کردن در سال 2015، همچنان میبینیم که بر همون خط خودش وایستاده و بدون لکنت و بدون ترس اسلام و اسلام سیاسی رو نقد میکنه. کارتون به نظرم بسیار جالبی هست که به نوعی نشون میده که چطور این اسلامیست ها از مردم اروپا، از مردم مدرن اروپا سواری میگیرن، سوء استفاده میکنن از مدنیت غرب برای اینکه ارتجاعی ترین تفکرات رو بست و گسترش بدن. همینجوری که گفتم جلال ایجادی هم که مهمان برنامه ما بودن چندین بار، افتخار آشنایی و دوستی رو خود بند با ایشون دارم، مطلب بسیار خوبی رو در همین رابطه نوشتند. توصیه میکنم که مراجعه بکنید به صفحات ما و این مطلب رو هم بخونید، مطلب بسیار جالبی هست. بله،
بله دقیقا، مشکل اینه که من نمیدونم تا کی باید اسلام در این کشورهای اروپایی و در دنیا در کل بکشه و انسانها رو به بردگی بگیره، شمشیرزنی بکنه، ارعاب و تهدید بکنه آدمها رو، تا اینکه بالاخره تصمیم بگیرن که اون رو محدود بکنن، تصمیم بگیرن که ارگانیزیشن هایی رو اون نتونن به نام ثبت بکنن و اونجا دقیقا کاری که انجام نمیدن در مساجدی که در اروپا اونها بنا میکنن، دقیقا فقط اتفاقا دینداری نمیکنن، اتفاقا عبادت نمیکنن و دقیقا فقط تروریست پروری میکنن، دقیقا تولید و بازتولید خشونت میکنن، اسلحه میبرن، تمرین تیراندازی رو نشون میدن، فستیوال حجاب برگزار میکنن و تا کی میخواد این مماشات و این ناآگاهی دولت‌های اروپایی ادامه پیدا بکنه و مردم همینطور تحت ستم قرار بگیرن. حتی در اروپا حالا مثل همون چیزی که تو گفتی میلاد، مثلا فرانسه که قانونش لایسیته است، همچنان مردم در امان نیستن از دست اسلامیست ها و همچنان این وحشت وجود داره. هنوز که هنوزه ما میبینیم که تهدید میشن مردم، به شکنجه قرار میگیرن و کشته میشن، مثل ساموئل پتی، اون معلمی که 5 بعد از ظهر سرش بریده شد فقط به دلیل اینکه کارتون شارلی ابدو، یکی از کاریکاتورهای شارلی ابدو رو به دانش آموزش نشون داده بود. تا کی میخواد این وضع ادامه پیدا کنه و تا کی میخواد کشته بشه معلوم نیست، ولی خب هم من جواب این سوال تو بدم عطیه. تا زمانی که عده‌ای در غرب منافع دارند که با اسلام سیاسی مماشات بکنن و کار بکنن، این بساط هست. یعنی تا زمانی که به هر صد دموکراسی در سال 2022 برای خاورمیانه اسلام سیاسی تعریف میشه، این سیاست رو دنبال میکنن که افغانستان رو دو دسته تقدیم میکنن به طالبان، با این زامبی اسلامیستای آدمکش جمهوری اسلامی مذاکره میکنند. واقعا همین بحث مذاکرات خودش خیلی مقوله مهمیه که شما دقیقا با چه کسانی دارین مذاکره میکنید، با جانیان و قاتلین مردم که در داخل ایران و خاورمیانه منطقه رو به لجن کشیدن و بعد هزینه هنگفت میکنن که اسلام سیاسی رو در غرب بس و گسترش بدن، 5 به علاوه 1 یا 4 به علاوه 1 نشسته داره مذاکره میکنه. تا زمانی که در غرب این اشتها برای کار با اسلامیستا وجود داشته باشه و این اشتها وجود داشته باشه که از طریق اسلامیسم میشه طبقه کارگر خاورمیانه و پناهجویانی که به غرب فرار میکنن رو استثمار بیشتر کرد، این بساط هم ادامه خواهد داشت. متاسفانه این تفکرات اسلامی اینجوری نیستش که مردم عاشق و کشته مرده همین ملایی هستن که شلاقش برده بالای سر این دوتا شهروند فرانسه. اسلامیسم یک دکون هست، یک پروژه سیاسی هست، یک پروژه اقتصادی مشخص هست، صاحب مشخص داره، طبقه مشخصی هست که از این اسلامی سیاسی نفع میبره. اینا رو باید دید به عقیده من، و تا زمانی که این بساط هست در حقیقت اسلام سیاسی در غرب هم وجود خواهد داشت. یه نکته بگو که بعد من یه موضوع دیگه رو هم به نظر در همین راستا اهمیته که اون رو دقیقاً. ولی خب خیلی خوبه و خوشحال، من خودم به شخصه خیلی خوشحالم که شارلی ابدو با تمام این تهدیدایی که شده، با تمام این 12 نفری که تو اون سال به طور وحشیانه کشته شدن و همچنان تهدید میشه و به نوعی خیلی جاها سانسور هم میشه، همچنان داره به کار خودش ادامه میده. و من فکر میکنم که نه فقط شارلی ابدو، من فکر میکنم که همه آدم هایی که به نوعی این خطر رو متوجه شدن، این خطر رو درک کردن، میدونن که اسلام سیاسی داره همچنان در دنیا شمشیر میزنه، داره همچنان تهدید میکنه انسانها رو و آزادی بیان انسانها رو حتی در خارج از کشور، حتی منظورم اینه که نه فقط در کشورهای اسلام زده، حتی در کشورهایی که حالا مدنیتی در اونها وجود داره، آزادی بیانشون از بین میبره و باعث میشه که انسانها نتونن اعتقاداتشون رو بیان بکنن، نقدی اگر دارن به یک دینی بیان بکنن. ولی همچنان به نظر من خیلی خوبه که ما از هر تریبونی که داریم استفاده بکنیم، از هر صفحه اجتماعی که حتی شخصی هست استفاده بکنیم و نقدمون رو بیان بکنیم و در مورد این مسائل صحبت بکنیم، بنویسیم، صحبت بکنیم، حتی یک پاراگراف. من بگم یه نکته اینجا، من یه نکته اضافه بکنم. ببینید، در بخش از آتئیست های فارسی زبان، مشخصا من این آتئیست هایی که تو کلاب هاوس
باشون دوست هستم و بحث میکنم. اینها هم به نظرم اولا درک درستی از مسئله اسلامیسم ندارند در وهله اول، مسئله رو سیاسی به اون شکلی که در حقیقت پاسخ دقیق و درستی در رابطه با این معضل میده تعریف نمی کنند. و بعد در کنار اون گرفتار یه سری تفکراتی میشن که در غرب شاید پایه و مایه و معنا داشته باشه، ولی در رابطه با اسلامیسم و کشورهای اسلام زده به هیچش معنا نداره. که مثلا یک بخشش مثلا صحبتی که هست اینه که مثلا آزادی بیان باید به رسمیت شناخته بشه، ولی اگر شما میخواید در ساحت سیاست مثلا بحث بکنید باید به عقاید همدیگه احترام بذارید. با همین تئوری و با همین خط کشی که دارن کنار چارلی نمیستند و مثلا میگن چارلی توهین میکنه و چارلی تندرو هست، رادیکال هست، اکس مازلم رو میگن رادیکال هست و تندرو هست و ما رو در کنار این نهاد ما رو و بعضا حتی چارلی رو در کنار جریانات نئوفاشیستی و دستراستی که اونا از سر بحث پناهجو ستیزی و انسان ستیزی اسلام رو نقد میکنن ما رو کنار اونا میذارن. این به نظرم یک در حقیقت بازی کردن در زمین اسلامیست هاست. یعنی اگر آتئیست فارسی زبانی رو شما میشناسید که از چارلی دفاع نمیکنه، این در حقیقت داره آب به آسیاب جریانات اسلامی میریزه. بخشی از کار ما تابوزدایی هست، بخشی از کار ما در رابطه با مبارزه با اسلامیسم و مذهب زدایی از جامعه این هست که آزادی بی قید و شرط یک آتئیست باید به رسمیت شناخته بشه. آتئیست حق داره کارتون بکشه، آتئیست حق داره توهین بکنه به مقدسات اسلامیست ها با هر زبانی که خودش صلاح میدونه. اینجا کسی تبلیغ لومپنیزم یا مثلا ادبیات زن ستیزانه یا هوموفوب رو که نمی کنه. بحث ما سر این هست که باید از مقدسات تابوزدایی کرد و کاری که شارلی ابدو می کنه دقیقا در راستای همین تابوزدایی هست و تمام آتیست های مشخصا از خاورمیانه میان و آتیست های فارسی زبان که مخاطبین ما احتمالا فارسی زبان های ایران و افغانستان هستن باید کنار شارلی بایستن و از شارلی دفاع بکنن. این تفکر که شارلی یک مجله تندرو هست و ایجاد درد میکنه و این درد کار بی اخلاقی هست و در گفتمان رو میبنده، نتیجه جز این که اسلامیست ها بتونن هرچه بیشتر تقدسات خودشون رو به جامعه تحمیل بکنن و پای خودشون رو در غرب در کشورهای سکولار و لایکی که سالها مردم برای مذهب زدایی در این کشورها مبارزه کردن محکم تر بکنه، نتیجه دیگه‌ای در بر نخواهد داشت. پیام من، جمله آخرم رو بگم از این موضوع اگر موافقیتی جان بگذاریم، پیام من به آتئیست های فارسی زبان این هست که از شارلی باید دفاع کرد، کنار شارلی، کنار لارشویک، کنار تمام کارتونیست هایی که مقدسات اسلامی رو نقد میکنن باید قویا ایستاد. هر چقدر این افراد بتونند ما بیشتر اسلام رو نقد بکنن، هر چقدر صداشون در جامعه فرانسه و سوئد و هلند و بریتانیا و جاهای دیگه بیشتر شنیده بشه، قطعا بدونید جنبش آتئیست های فارسی زبان، جنبش ضد دین و براندازانه مردم ایران تقویت خواهد شد. من در مورد این نکته ای که گفتی که آتئیست ها کنار شارلی رو نقد میکنن، آره خیلی منم حرفاشون رو شنیدم و من میخوام فقط یه سوال بزرگی که از خودشونم پرسیدم، این که زمانی که خیلی معتقد هستن که باید با همین اسلامیست ها، همین افرادی که دارن آدم ها رو میکشن، مثلا قبیله قبیله الان آدم داره در افغانستان که الان طالبان اومده کشته میشه، معتقدن که باید باشون صحبت کرد، ما باید با اینا گفتمان داشته باشیم. من همیشه سوال بزرگم از این دسته از آتئیست ها اینه که شما وقتی که یک نفر با چاق و جلوتون وایساده چطور میتونین با اون گفتگو بکنین و اون هر زمان مترصده که این چاق رو بکنه تو شکم شما یا سر شما رو با اون ببره، آیا واقعا شما میتونین با اون صحبت بکنین؟ برای صحبت کردن باقی گذاشته، یعنی جنایاتی که اسلام از همون ابتدا همین الان در سال 2022 که ما داریم زندگی میکنیم اینقدر میتونین اینها رو نادیده بگیرین، یعنی توحشش در حدی هست که شما میتونین با اونها بشینین و گفتگو بکنین. من فقط خواستم این نکته رو بگم و با توجه به زمانی که باقی مونده ما میتونیم به خبری که من میخوام پردازیم. خب امروز من تصمیم گرفتم در مورد فعالیت های سهیل عربی بعد از اینکه آزاد شد از زندان صحبت بکنم و البته در مورد سه تا از پست هایی که در اینستاگرام و فیسبوکش منتشر کرده میخوام در مورد اونها صحبت بکنم. اولین پستی که میخوام در موردش صحبت بکنم در مورد آزادی بیان هست و بیان اعتقادات خودشون هست و
آزادی بیانی که انسان ها میتونن داشته باشن و نقد بکنن، توهین بکنن به عقایدی که ضد بشری هست. پیداش کردم. ممنون. آره چون صفحه سهیل رو خیلی مطلب زیاد بود برای پیدا کردن اون پست مشخصی که در توش باشه. خیلی ممنون. دقیقا همینطوره، در این پست میبینیم که سهیل در مورد آزادی بیان صحبت کرده، در مورد این که در مورد آزادی بیان و اینکه آیا واقعا اگر اینکه توهینی وجود داره و اگر اینکه آزادی وجود داره، تو الان داری با پولی که متعلق به همه ما هستش، شما دارین یک همچین فستیوالایی رو درست میکنی، یک همچین مراسم مضحکی رو درست میکنی در سطح شهر و اون این علم و کتل ها رو بالا میبرین و یک همچین هزینه هایی میکنین، در حالی که انسان ها تو همون کشوری که شما دارین یه همچین کارهایی میکنین، انسان ها واقعا برای معیشت روزانه شون دچار مشکل هستن و وقتی هم که به شما میگیم که چرا شما یه همچین کارهایی میکنین، میگن که آزادیه، من باید این کار انجام بدم و تو داری آزادی من رو نقض میکنی و این بسیار من نمیدونم واقعیت نمیدونم، باید خندید به این موضوع، باید گریه کرد، شرم‌آور واقعا در جایی که انسان ها دارن از گشنگی، از گرسنگی برای یه دارو دچار مشکلات بزرگ و لاینحلی هستن، یک همچین فستیوالای برگزار میشه و دقیقا همین انسانهایی که یک همچین کارهایی رو انجام میدن میان فستیوالای عزاداری برگزار میکنن برای آدمی که معلوم نیست بالاخره بوده یا نبوده، تو 1400 سال پیش عزاداری میکنن، همونها آتئیست ها رو متهم میکنن به اینکه شما توهین میکنین، شما آزادی بیان ما رو از بین میبرین و این واقعا شرم‌آوره. میداد اگه نکته ای داری میشتم که من نکته دارم. آره ولی اگه پست... آره اگه موافق باشی قبلش پست خود سهیل رو بخونی، به سه زبان منتشر شده این پست، فرانسه، فارسی و انگلیسی. اگر میشه فارسیش رو شما بخون. آره گفته جانم عزیزم، علامت سوال ها، آها، به عقاید هم احترام بذاریم باشه. هر وقت با بودجه ملی مراسم نگرفتی و به همه اجازه دادی عقاید خودشان را داشته باشند و عادلانه یا به هیچ کس در فضاهای عمومی اجازه برگزاری مراسم مذهبی داده نشود یا به همه، سه نقطه، تشریف بیار، به احترام هم میگیم بیاد. بوس بوس، هشتگ کتلتیه، هشتگ فاطمیه، هشتگ تبلیغات اسلامی، کار دیگه مثلا سلیمانی، سپاه پاسداران و غیره رو هم هشتگ کرده که خب همین موضوعی بی ربط هم نبود به بحثی که ما در تو با مجله شارلی داشتیم، این پستی که سهیل گذاشته که به نظرم بحث مهمی هست و فکر میکنم دغدغه و نظر خیلی از مردم هست که در ایران امروز دارن زندگی میکنن که اعصابشون خورد شده از این بودجه های هنگفتی که جمهوری اسلامی هزینه میکنه برای تبلیغ تفکر اسلامی. در بودجه ای که سالانه برای مملکت تعیین میکنن، حوزه علمیه یک بخش عظیمی از بودجه مملکت رو حوزه علمیه برمیداره، یک بخش عظیم رو برای مساجد برمیدارن که دقیقا اونجا کار فرهنگی که نمیشه هیچی، تبلیغ خرافه میکنن و خشونت رو دقیقا تبلیغ میکنن. و حالا اتفاقا خوب شد من اینجا جا داره اینو بگم که یکی از مسئولین جمهوری اسلامی روز پیش بیان کرده که بهشت زهرا جای خیلی خوبیه برای اینکه ما بتونیم به دانش آموزان رو ببریم و به اونا آموزش بدیم، جای خوبیه برای آموزش به دانش آموزان و این فرهنگ عزا و غم رو نه تنها در کتاب‌های درسی داریم، نه تنها روزخون میارن تو مدارس ابتدایی، یعنی برای کودکان ابتدایی که کودک 6 سالشه 7 سالشه، بچه ها رو مجبور میکنن که یا گریه بکنن یا ادای گریه کردن رو در بیارن. این واقعا شرم‌آوره و کنار اینها میخوان دانش آموزان رو به بهشت زهرا ببرن و درس زندگی به اونها بدن در بهشت زهرا و مثلا بگن که خب ببین مثلا این شهید شده، ببین اون اینجوری شده. یعنی واقعا شرم‌آوره در جایی که دنیایی که همه تلاش میکنن که نسل جدید رو پر از انگیزه بکنن، پر از امید به فردا بکنن و با دنیای مدرن آشنا بکنن، تلاششون اینه که نسل جدید شاد باشن. جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو میکنه که
فرهنگ غم و عزاداری رو از کودکی برای کودکان نهادینه بکنه و اونها رو مجبور بکنه که غم داشته باشن تو زندگی و شادی رو از زندگیشون حذف بکنه. اگر اینکه مایل باشی پست بعدی رو که من میخوام در موردش صحبت بکنم از سوهه، پستی هست که در مورد فائزه هاشمی گذاشته بود. خب اونم خیلی پست به نظر من پستی بود که جای حرف زیاد داره. اینکه دقیقاً همین پست هستش. این پست هم چیزی که سهیل در این پستش نوشته که ما دقیقاً ما دنبال دوز میگشتیم، ما دنبال دوز بودیم، ما دوز رو پیدا کردیم. و جالب اینجاست که دوز همینجوری داره واسه خودش میگرده و کسی که دستگیر شد ما بودیم. ما بودیم. اجازه میدی پست رو بخونیم عتی جان؟ اگر اجازه بدی. سهیل نوشته چند بار از دادیار و رئیس زندان پرسیدم که فرق ما با اینا که با لباس خودشون میرن ملاقات چیه؟ چرا ما باید با لباس تحقیرآمیز زندان بریم ملاقات و اعزام؟ گفت تو هنوز کلت به قرمه سبزی میده. در اعتراض به این تبعیض‌ها چند سال نرفتیم ملاقات. چون فرزند من میپرسه بابا تو چیکار کردی که لباس دالتون باید بپوشی؟ پس چرا اونا نمیپوشن؟ باید بهش بگم بابا هیچی، اونا دزدند و ما فریاد زدیم آی دزد. این مطلبی هست و با این عکس از فائزه هاشمی که خیلی جست الان ضد حکومتی و روشنفکری هم جدیدن گرفته، الان خیلی حرف میزنه، جست ضد حکومتی و جست فمینیستی گرفته و حالا اومده حقوق زنان رو استیفا میکنه، از حقوق زنان صحبت میکنه و خودش رو مقابل رژیم میدونه، دفاع میکنه از دختران و زنانی که آزادانه مثلا میخوان به استودیو برن و انتخاب پوشش آزاد داشته باشن. و من خیلی واقعا به نظر من رقت انگیزه، اصلا یه جورایی مشمئز کننده است که چطور شما یک همچین پروفایلی که خانواده شما داره و گذشته‌ای که خانواده شما داره و همیشه یکی از دست‌های دست راست جمهوری اسلامی بودین و همیشه تلاش کردین برای اینکه این موضوع بگم ادامه داشته باشه، چطور میتونین یک همچین حرفایی رو بزنین؟ و در مورد پست سوئد فرمایید. ببینید یه سری از چهره ها، آقازاده ها شاید بهتره بگیم، هستن تو جمهوری اسلامی که اینا برای بست تفکر اسلامیسمی که مشخصا اسلام شیعه، اسلامیسم شیعه‌ای که حکومت جمهوری اسلامی داره، اینها به نوعی سفرای حکومت هستن. حالا در سالهای قبل شاید دهه 70 فائزه هاشمی این نقش رو داشت، سعی میکرد یه چهره تلطیف شده از اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی رو به دنیا معرفی کنه. جاهای مختلف میرفت، یه ویدیو خیلی جالبی مینا حدی داره تحت عنوان سه سیلی به فائزه هاشمی، اون ویدیو رو ببینید، ببینید که همون موقع مینا احدی حزب کمونیست کارگری چطور مقابل این پروپاگاندا و دستگاه دروغسازی که اینها دارن، مشخصا هم آقازاده های دخترشون رو خیلی سعی میکنن ازش چهرهشون چهره سازی بکنن. میگم در دهه 70 فائزه این نقش رو داشت، الان شده زینب سلیمانی. این شما دقت بکنید الان اون پروپاگاندایی که یه زمانی شاد سر فائزه هاشمی میشد، امروز الان در حقیقت در رابطه با زینب سلیمانی شده که این عکس آیفون به دستش هم چقدر سر صدا کرد در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی تروریست. یعنی میخوام بگم این یک سیاستی هست که از جانب جریانات اسلامی همیشه سعی کردن که در حقیقت تعقیب بکنن و به این شکل چهره خودشون رو در جهان متفاوت از اون چیزی که واقعیت امر هست نشون بدن. فائزه هاشمی چادر چاقچوب میکنه، حجاب سر میکنه، نماز میخونه، میگه تو کلاب هاوس بار اومده بود میگفت آی نماز صبحم قضا شد، آی الان باید برم سحری بخورم و غیره. از اون طرف از حقوق زنم حرف میزنه، از روسری قرمزم میپوشه، با ماشین نشنال جیوگرافی هم عکس میگیره و غیره. الان هم میگم دیگه، الان قاسم سلیمانی دختره، شما اگه دقت بکنید قاسم سلیمانی دو تا پسر داره و دو تا دختر، شما از پسراشون چیزی نمیشنوید. زینبه که دیگه پرچم دار شده و بودجه های آنچنانی میگیره و آیفون چند میلیونی میگیره دستش و به درجات نرگس. که میخوان این رو بیان بکنن که اصلا اینطور نیست که شما میگین و زن دقیقاً و میگین که زن بی حقوقه در اسلام، اسلام زن ستیزه، اصلا اینطور نیست.
ببینین که مثلا زنانی که میخوان فعال باشن حتی با اون چادر میتونن فعال باشن، حتی میتونن فعالیت اجتماعی داشته باشن، میتونن به چند زبان صحبت بکنن، میتونن به کشورهای مختلف سفر بکنن. اما خب اینو دیگه نمیگن که این کارهایی که این زینب سلیمانی و فائزه هاشمی دارن میکنن دقیقاً برای چیه. دقیقاً برای تولید همون ضد زن بودنه. یعنی دقیقاً بودجه هایی که داره زینب سلیمانی صرف میکنه، بودجه میگیره از دولت که در کشورهای دیگه اسلام زده بره و زن ستیزی رو تولید بکنه، باز تولید بکنه و بره زن رو بیحقوق بکنه. اون خبری که چند وقت پیش شنیدیم که برای زنان لبنانی اون داره چیکار میکنه دقیقاً همینه. و این چهره هستش که دارن میگن که نه، اون فمینیستی که شما ازش صحبت میکنین دقیقاً عین بیهوده. و این که ما داریم میگیم اسلام میتونه اینطور باشه که اگر شما بهش معتقد باشین میتونین در کنار این که حجاب دارین، در کنار این که نماز بخونین، میتونین دقیقاً زن رو به حقوقش برسونی. و این دقیقا تهرهیه که یک پروپاگانده مضحک و شرم‌آوریه که دارن درست میکنن. و اگر اینکه واقعا مشکلی دارن این افراد، فائزه هاشمی، زینب سلیمانی با غرب، با آمریکا، چرا دقیقا هر تکنولوژی که از آمریکا برمیاد اولین نفرهایی که از این تکنولوژی استفاده میکنن این خاندان هستن؟ که البته خب به نظر من معلوم الحال زینب سلیمانی، زینب سلیمانی دقیقا جنایتکاری از رسته قاسم سانان که باید هم راه پدرش رو ادامه بده و راهی که بوجست دیگه عشقی جان صحبت کردی. این یه دکونه، این یک صنعته براش. دقیقاً یک صنعته. این اوضاع احوالی که مردم ایران اتوبوس خواب و در حقیقت گور خوابن، ایشون آیفون چند میلیاردی، چند میلیون تومانی امریکایی دستش میگیره و عکس میگیره و بعد میره تو تلفن امریکا رو فوش میده. دقیقاً. و از اون طرف در کشورهای اسلام زده هرچه بیشتر تلاش میکنه زنان رو بیحقوق بکنه، هرچه بیشتر تلاش میکنه فقط زن رو به عنوان همسر کسی بودن، مادر یک بچه بودن، این نقش های قالب هایی که اسلام برای زن ساخته، فقط میخواد که این یه همچین زنها رو در همون قالب ها قرار بده و همونطوری ادامه زندگی بدن و هیچ تلاشی برای مدرن بودن زنان، برای اینکه زنان به حقوق اولیه و انسانی خودشون حداقل برسن نمیکنه. و اینها تمام اینها رو با بودجه دولتی که دولت جمهوری اسلامی بهش میده این کار رو انجام میده. یه پست دیگه از سهیل هم بود که من البته خیلی سریع چون وقت برنامه اون رو اتمام هست میخوام به اون پردازم. پست آخرش در مورد حمزه هست، یک زندانی سیاسی. اول اینو بگم که سهیل بعد از اینکه از زندان آزاد شده همچنان شبانه روز داره تلاش میکنه برای رسوندن خبر زندانیان سیاسی دیگه به مردم، از شرح حال اونها میگه، از شرایط اونها میگه، از شرایط خانوادگی اونها میگه که بعد از اینکه مثلا اون زندانی زندان افتاده چقدر خانواده اون در مضیقه قرار گرفتن، چقدر در شرایط سختی زندگی میکنن. اون بسیار از این زندانیان سیاسی ناناوران خانه بودن و بعد از اینکه به زندان افتادن خانواده اونها به شدت در مضیقه هستن و برای معیشت زندگیشون به شدت دچار مشکل هستن و سهیل همچنان صدای اونها هست، توییت میزنه در صفحه فیسبوکش، در صفحه اینستاگرامش میزنه و از همه اونها صحبت میکنه. در مورد حمزه که صحبت کرده، میلاد اگر اینکه لطف کنی پست سهیل رو بخونی ممنون میشم. پستش بسیار طولانی، نمیتونم بخونم، وقت نداریم. فقط بخشش رو بخونی و فکر میکنم یک طوفان توییتری امروز فکر میکنم ما یک دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم. من فقط میخوام که بگم که خیلی خوبه که بعد از اینکه سهیل آزاد شده همچنان صدای زندانیان سیاسی هست و سهیل در زندان هم صدای زندانیان سیاسی بود، صدای همبندیانش بود، با اینکه زیر شکنجه بود، با اینکه مدام براش پرونده سازی میشد و این واقعا تحسین برانگیزه. من به شخصه بسیار خوشحالم که یک آتئیستی رو میشناسم نام سهیل عربی با چنین جسارت و شهامتی. توصیه میکنم دوستان پیج سهیل رو دنبال بکنن و امروز هم طوفان توییتری برای حمزه، اگر درست اسمشون رو بخونم، حمزه سواری
لفته بله. امروز هم یه طوفان توییتریه و دوستان شرکت بکنن. مرسی میلاد، اگر شما نکته‌ای نداری میتونیم برنامه رو تموم کنیم چون وقتمون هم به پایانه. مرسی از تو میلاد، مرسی از همه شما مخاطبین که تا این لحظه همراه ما بودین. برنامه بعدی روز روزگار بر همگی شما خوش.